حقایقی که در مورد رامبو نمیدانستید. سیلوستر استالون مشهور به رامبو، متولد 6 جنوری سال 1946، یک بازیگر فیلم، کارگردان، نویسنده، نقاش و سرمایه گذار آمریکایی تبار است که در شهر نیویورک تولد شده است. او به خاطر نقش‌های اکشنش در دو فیلم یعنی راکی و رامبو شهرت جهانی پیدا کرد. جالب است بدانید که او خودش نویسنده این دو فیلم معروفش بوده است. شماره 7. جان رامبو به خاطر بازی در فیلم راکی دو بار نامزد دریافت جایزه اسکار، که یکی برای بهترین بازیگر و دیگری برای بهترین فیلم نامه‌نویس شد. او سومین فرد است که تاکنون دو بار برای دریافت این جایزه نامزد شده است. پیش از او چارلی چاپلین و اورسن ولز این افتخار را به دست آورده بودند. شماره 6. استالون قبل از اینکه به شهرت برسد در چند فیلم ضعیف نقش بازی کرده بود که چندان موفقیتی نداشت. اما یک شب او بعد از دیدن مسابقه محمد علی کلی به فکر نوشتن فیلمنامه راکی میافتد. او همان شب شروع به نوشتن می کند و در مدت 3 روز تمام فیلمنامه را می نویسد و آن را برای فروش آماده می کند. برای فروش این فیلمنامه رامبو فقط یک شرط داشت و آن اینکه خودش در این فیلم نقش اصلی را بازی کند. او با متقاعد کردن سایر رقبایش موفق میشه نقش راکی را در این فیلم بازی کند. ارزش ساخت این فیلم به 1 میلیون دلار می رسید، اما فروش 213 میلیون دلاری آن زندگی جان رامبو را یک شب تغییر داد و او را به شهرت جهانی رساند که این فیلم در سال 1976 جایزه اسکار بهترین فیلم را نیز کسب کرد. شماره 5. رامبو در سال 1980 در فیلم اولین خون نقش جان رامبو را که یک سرباز در جنگ ویتنام بود را بازی کرد. این نقش ابتدا استیو مک‌کوئین داده شده بود که بعداً به استالون رسید. این فیلم از رمان اولین خون که اثر دیوید مورال است برگرفته شده است. این فیلم نیز فروش بی‌نظیری در سرتاسر جهان داشت. قسمت دوم این فیلم 300 میلیون دلار و قسمت سوم آن به ارزش 190 میلیون دلار در جهان به فروش رسید و قسمت چهارم در سال 2008 در بازار عرضه شد. شماره 4. رامبو برعلاوه بازیگری یک نقاش خوب نیز هست. او بیش از 100 اثر نقاشی دارد که در سال 2015 او مجموعی از آثار نقاشیش را در موزیمی در شهر نیس فرانسه به نمایش گذاشت. شماره 3. استالون 3 بار ازدواج کرده است که نام همسر اولش ساشا چاک بود. او یک عکاس بود و رامبو را در نوشتن فیلمنامه راکی کمک‌های زیادی کرد. حاصل ازدواج آنها 2 فرزند بود. همسر دوم او برگیت نلسون نام داشت که او نیز یک بازیگر سینما بود و ازدواج آنها فقط 2 سال طول کشید. همسر سوم او جنیفر فلیون است که فعلا با هم هستند و حاصل ازدواج آنها 3 فرزند دختر به نامهای سوفیا، سیستن و اسکارلت است. شماره 2. ثروت استالون در سال 2018 به بیش از 450 میلیون دلار برآورد شده که درآمد او بیشتر از راه بازیگری در فیلم‌هایش و نیز از طریق سرمایه‌گذاری‌های شخصیش به دست آورده است. او همراه با آرنولد شوارتز و یک شریک دیگرش صاحب هتلی به نام سیاره هالیوودند. شماره 1. قسمت سوم فیلم رامبو یعنی رامبو 3 که در سال 1988 ساخته شد، در واقع حوادث تخیلی جنگ‌های شوروی سابق در افغانستان را به تصویر می‌کشید. خلاصه داستان این فیلم طوری است که رامبو در ابتدا در معبدی در تایلند زندگی می‌کند که به اصرار سرهنگ تراپین به جنگ در افغانستان برای کمک به مجاهدین دعوت شد که رامبو دعوت او را رد می‌کند و سپس جنرال تراپین به ناچار خودش به این جنگ می‌رود که در آنجا گرفتار می‌شود و سپس رامبو برای نجات جنرال تراپین نیز به افغانستان می‌رود. بودجه این فیلم 43 میلیون دلار و به ارزش 189 میلیون دلار در سراسر جهان به فروش رسید و تا سال 2000 یکی از خشونت بارترین فیلم‌های سینمایی به شمار می‌رفت.